111 تن دختران دانش آموز از صنف 12 مؤسسه کمک به افغانستان از کابل اسناد فراغت به دست آوردند. مؤسسه کمک به معارف افغانستان در 6 ولایت این کشور برای آنده از خانم ها و دختران زمینه آموزش را فراهم می کند که بالاتر از 10 سال سن داشته و بنابر مشکلات سینی، حالت مدنی و جنگ های داخلی از درس و تعلیم دور ماندند. حسینه شیرجان رئیس این مؤسسه در مورد این پروگرام چنین گفت. هم پروگرام های تصریحی است که برای کسانی که در طول دوران جنگ ها و مشکلاتی که بوده از مکتب باز ماندن و یا فعلا داخل مکاتب وزارت شده نمیتونن نظر به سن و سال و یا حالت مدنی و یا ای که مجرینی که دوباره میاین برمیگردن و اسناد ندارن، اینا را ما میرسانیم، کمک میکنیم که تا از صنف 12 فارغ شون. از سوی هم شماری از دختران که از مکاتب این مؤسسه فارغ شدند میگویند آنها به تحصیلات عالیشان نیز ادامه میدهند. فروزان و فرهد دو تن از آنها در این مورد به رادیو آزادی گفتند. سن ما بلند رفته بود و بسیار سالها بود که از تعلیم باز مانده بودیم و ناامید شده بودیم. در هر مکتبی که میرفتیم قبول نمیکردن به خاطر سن ما و بسیار سالهایی که از مکاتب باز مانده بودیم و تا که با مدیری کمک مکتب نمبر یک کمک به معارف روبرو شدیم و بسیار دلپوری داد و 3 سال در این مکتب خواندم و تشکری میکنم از همه دستکارانی که این مکتب کمک میکنن. دیگه مکتب من نمیگرفتن به خاطر که من طفل داشتم، من ازدواج کرده بودم، من نمیگرفتن دیگه مکتب. بازمی باز شد که من از صنف 10 در این مکتب کمک به معارف بیایم. با گفته ای مسئولان این مؤسسه از سال 2007 بدین سو 1093 دختر پس از ختم دوره تعلیمی از مکاتب این مؤسسه به خاطر فراگیری تحصیلات عالی به پوهنتون ها راه پیدا کردند و همکنون 350 تن دیگرشان مصروف ایفای وظیفه در نهادهای مختلف هستند.